دیپلمات‌های ارشد فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه دور ششم مذاکره‌های احیای برجام را در وین با هیئت‌های ایرانی و آمریکایی آغاز کردند. هایکو وزیر خارجه آلمان دیروز از طرفای مذاکره کننده خواست که از خود انعطاف و عملگرایی نشان دهند هایکو میگوید می وقت گذرانی به نفع هیچ کس نیست یک روز پیش از این نشست ها رابرت مالی رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکایی در توییتی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد خبر فوت ساسان نیک نفس در زندان تهران بزرگ ناراحت کننده است یک پدر 36 ساله و پدر دو فرزند به اتهام ابراز عقیده خود خود در شبکه های اجتماعی به ناحق زندانی و با بیرحمی از خدمات پزشکی محروم شد. حقوق بشر. باید رعایت شود. ساسان نیک نفس به دلیل انتشار چند پست اینستاگرامی در آذر 98 بازداشت و سپس با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 8 سال زندان محکوم شد که 5 سال از این حکم قابل اجرا بود. او روز هفته خرداد در پی وخامت وضعیت جسمانی و بیتوجهی مسئولان زندان و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی جان باخت. با این حال عباس عراقچی معاون خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در واکنش به توییت رابرت مالی واشنگتن رو به تروریسم اقتصادی در شرایط همگیری کووید 19 متهم کرد. ترامپ رفته است اما تحریم های غیر قانونی و جنایت بار او همچنان برقرارند. نیازی به اشک تمساح نیست وقتی که تلاش های آمریکا برای تحمیل رنج و مصیبت به 82 میلیون ایرانی ادامه دارد. تروریسم اقتصادی آن هم در بهبهه بیماری کرونا جنایت علیه بشریت است. گفتگوهای بین ایران و قدرت جهانی در وین با هدف احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش است. واشنگتن سه سال پیش توسط دونالد ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه تهران اعمال شد. از جمله صادرات نفت ایران هدف قرار گرفت. ایران این اقدام واشنگتن را با از سرگیری برخی از فعالیت‌های هسته‌ایش که بر اساس برجام متوقف یا محدود شده بود پاسخ داد. دور تازه گفتگوهای مستقیم بین ایران و آمریکا که در حال برگزاری است به دنبال یافتن راهکاری است برای بازگرداندن هر دو طرف به تعهداتشان در برجام ایالات متحده روز پنجشنبه از لغو تحریم های سه تن از مقام سابق ایران و دو شرکت خبر داد که پیشتر در تجارت پتروشیمی این کشور فعالیت داشتند اقدامی که به گفته برخی کارشناسان نشان دهنده آمادگی آمریکا برای لغو تحریم ایران در صورتی است که دلیل قانع کننده ای داشته باشد موضوع برجام دیروز در نشست هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت که در سواحل کرنوال بریتانیا در حال برگزاری است هم در کنار سایر موضوعات از جمله مقابله با اقدامات چین مطرح شد ما باید با چین کار کنیم تا چالش های جهانی مانند تغییر اقلیم یا مسائل منطقه‌ای مانند افغانستان یا توافق هسته ایران را برطرف کنیم حالا دیپلماتها ها در وین میگویند که عوامل مختلفی از جمله روند اجرای اقدام های پیشنهاد شده در رابطه با برنامه هسته ای ایران که از زمان خروج واشنگتون از برجام تا کنون پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه مذاکره های احیای برجام را پیچیده تر کرده است. نازآفرین میرزا خلیلی رادیو فردا